شده که مجبوریم قبل از ورود سرعت خودمون رو به حد اقل برسونیم. ان شاءالله با تمرکز بیشتر و با یک موتور در فرودگاه مهرآباد فرود بیاییم. لطفا خونسردی خودتون رو حفظ کنید و به نکات ایمنی که همکارانم در کابین به شما میگن توجه کنید. با تشکر. سلام سکته میکنم نه تو چون هم ندایی زندگم تو هیچ چی هم ندایی داری مسیقات بکنم نمیدیم ماری یه قهرمان هیچ وقت نمیدیم دایی اینه یا به باشده دایی ما یه تبه سالم زندگیمون نداشتیم قهرمان کدومه تبه سلامت دایی حاجی حالا که داره میفتی میخوام یه اعترافی بکنم اعتراف فقط پیش خدا جایزه نه بنده خدا بله بله شنیدم ولی اگه من مردم و شما زنده موندین میخوام از بابام حلالیت بطلبم انشالله که سالم میرسیم بعدش هم عمر دست خداست شما سعی کن آدم باشی اون سوداهای نابهنجارم از خودت بیرون نکنی پرتقال هم سمت کسی پرت نکن در ضمن اینجا گوشی آنتن میده بهش پیغام بده نه حاجی نمیشه چرا حاجی گنگش بالاست ببین باز حاجی میترسم بشنوه درجا زگده کنه خب به یکی بگو که یواش یواش بره بهش بگه سعی کن ازش حلالیت بطلبی تو سقوطی که آدم باید بلند شه آقا نعمت ما اجازه بریم سه نوکره اگه داداش دیلاغت قفرمون زده بود الان داشتی مثل آدم با دو تا ماشین میاد نمیخوام بابا بچه هم نگاش به جامعش مثبت فکرشو که میکنم این اصلا در ماشین قفل نزده یعنی قفل نکرده شاید هم سویچ رو ماشین جا گذاشته جلو تو نگاه کن بله بله مجبور نشی دنده عقب بگیری دوزم بیمعرفت شد که دوست با معرفت هم آخه داریم آقا نعمت این امیر راست میگه ها این وقتی اومد تو خونه اصلا کلیت و سویچ دستش نبود شاهدم اصلا سویچ با خودش نبرده خدایا خداوند یک سائقه بزن مرحمت کن من راحت شم یا یامی آقا شاید بابا جو سویچ برده بعد بوم کرد برو بابا تو هم که میخوایی این مامانت گندکاری های داداش دیلاغتو ماسمالی کنی ماس میخوایی یه قربونت برم الهی میبرن فروتکا برات ماس میخرن پسرم زن بگیره خوب زن خوبه تو هم دیگه الان ماس میخوام زن میخوام ماس میخوام نعمت جون جم کن بریم چهار سوال افتیاره آقا جون عربوز هستی شما نمیخوام آقا نمیخوام حالا یه آهنگ جدید سلام این صدایی که میشنوید صدای وصیت محسن کیانی قوزی‌بنده کار میخواید دایی دایی میخوام اعتراف کنم میخوام همه چی رو بابجی مریم بگم تو میخوای ببینو ببین نما این صندلی سالم ببینم باشه دایی تو سالم ببینم ولی میخوام همه چی رو به مریم بگم الو مریم سلام جواب سلام واجب آ وایس بود نفهمیدم ببخشید به آنترم رفت مریم مریم منم محسن الان که صدای منو میشنوی من زیر خروارها خاک خوابیدم دور و بر قبرم هم سبز چمنه یه مورچه هم تو دماغمه از این مورچه زرد اگه نبودم میخوام یه گل بدی بهم که مامان بابا رو دیدی گل بدی بهش آبجی گلم آبجی قشنگم میدونم همیشه دوست داشتی سوار هواپیما بشی و هیچ کی سوارت نکن اشکال نداره خوش به حالت چون من آخرین باریه که دارم سوار هواپیما میشم ببین مریم این صدایی که میشنوی صدای داشت محسن صدا وصیتشه میخوام اول از همه هوای آقا جون رو داشته باشی هوای مامان رو داشته باشی اونا من خیلی دوست دارن خیلی به این وابستن مخصوصا آقا جون میدونم ارزه این حرفا رو نداری ها اما سعی کن جای خالی من رو براشون پر کنی نیم نمره ببین مریم مریم ببین دوم از این که من یه فداکاری برای خانواده کردم من با کمک دایی ایرج و مقادیر جعل اسناد سند خونه رو گذاشتم تو بانک و وام گرفتم باش رفتیم اسپانیا رفتیم که مربا بیاریم تا بتونیم کارگاه آقا جون رو دوباره راه بندازیم و زندگی همه رو زیر رو کنیم اما نشد مریم کلان پیچید بهمون میگیری چی میگم پلیسا دورمون کردن مجبور شدیم مربا رو بندازیم ته دریا ببین اگه تونستی یه شماره برام بفرستم خب سه روز دیگه به این شماره زنگ بزن یه آقای تو جلو منتظرتونه برید مربا رو بگیرید باش بیاید تهران به آرم میانتاشی که چاپ کردم و تو کماده کارگاه را بندازید و حالشو ببرید به مریم من تمام عمر سعی کردم نام نیکی از خود به جای بذارم از این به بعد این مسئولیت سنگین به عهده توه دوستدار تو داش گولت محسن خداحافظ آقا راستی مریم درایو دی کامپیوترم رو حتما پاک کن میری چی میگم حتما پاک کنی ها
چون واقعا اگه پاک نکنی میتونی نام نیکمو خدشه دار کنه. مشدی هستی. خداحافظ. دندونش خیلی درد میکنه. نه بابا خوبه خوبه. برم برم درا دیگه همون میری برو برم از اون بر خانوما از اون بر بریم. لطفاً برید بیرون اشیاء فلزیتون رو در بیارید. واسه چی؟ جیباتون رو در بیارید خالی کنید. چیزی ندارم. اینه نشونه تختیه. چیزی دیگه ندارم. نه میخوای دررم؟ نه. سلام علیکم. سلام. خواهش با اشیاء فلزی تو در بیارم. اشیاء فلزی هیچی ندارم. این دارم فقط. درش بیارم. این انگشتر خدا بیامرز بابامه. 20 سال در نیاورد. آقا اینو درش بیار دیگه. به من مشکوک. آقا به تو چه؟ برم با این شما. چرا کل کل میکنی؟ بیا ببین. چیزی ندارم. برو. آقا این چه وضعش آخه؟ چرا گل اینجا گذاشتی؟ پا کجا میذاشتم آخه؟ بزرگوار اون وقت سبد باید بذاری. آقا زودتر میگفتیم دیگه. وای چه وضعش مشاله شده آقا نعمت نگاه جون بلش کن. بچه رو بردن درچی؟ بله نگاه این چرا همچی شد؟ شانس منه دیگه. بفرمونی دست گل همه جا بخواه. از اینجا خیلی گرونه. خب بخواه چیکار کنی؟ با همین بنر یه عکس میگیریم میفرستیم برای حاجی. ببخشم عکس همین. یا بگه آقا نمیم عکس خوبه. بایستا برعکسه برعکسه چی نوشته؟ ببسته آگه باری کردن کیف کنه. خیلی قشنگ چی نوشتی؟ ای وای امیر بده؟ بخون این که ای امیر پوچ این آخر زهرش ریختا کی؟ همین بنریه چرا؟ اینجا رو نگاه کن پاچی قیچی داری؟ نه قیچی نداری؟ از اون خانوم بگیر از اون خانوم بگیر خانوم ببخشید قیچی داری من پاچه رو پاره کنم؟ ندارین؟ وای دیگه نمیتونم یه فندک رو من بدین خواهش میکنم امیر سیگار خوشم باشه خوشم باشه محسود گذاش کنار تو شروع کردی مادر من میخوام این پاچه رو پاره کنم بده من بده من فندک تو زنجی خار زشته خار رو پاک کن آبا امیر خارشه که خیلی بهتر از امیر پاچه است که موقع خار رو ذلیل میشی خیلی خوب امیر پاچه بده بابا بده من امیر پاچه خیلی بده حواست کجا بود؟ سعی 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 آقا پیمار سون چی شد؟ خدا افراد خدا چی میگه؟ نقص فنی میتونه هر مشکلی برای هواپیما باشه. مثلا اینکه موتورش مشکل داشته باشه، چرخا مشکل داشته باشه، ولی در کل نگران نباشه. متاسفانه پروازی شماره 620 از جزیره خج به دلیل نقص فنی با کمی تاخیر بزنی خواهد. چشمو میگه محسن میگه میشینه. اینا میگن موتور هواپیما سوخته. کجا میشینه داره سقوط میکنه. واسه چیزی نفرستاده؟ محسن چی گفت؟ مریم منم محسن الان که صدای منو میشنوی من زیر خروار ها محسن دورو بر قبرم هم سبز چمن شوخش پیام میفرستاده یه مرچه ایم تو دماغمه من که جای بد تو رو نمیبرم کجا میبری؟ بریم بکن بنداز دور بکنم؟ چیو بکنم؟ بریم نشونش بده بابا من چی نشون بخوام میخوام بخوام اگه پولم خواست از من میدم پول نمیخواد بذار جیب چی ماجرا دندون خرابو باید کند انداخت سلام عزیزم آی دکتر اجازه مشکل دندون داری دندونش بکش راحت مشکل نمیخوام خانم اگه میشه این آقای مسعود کیانی قوزیوند رو سری صدا کنید بیاد اینجا گرفتاری شدیم بله آقای مسعود کیانی قوزیوند لطفا به راهنمای مسافر مراجعه فرمایید سلام
دکتر اومدن؟ چی شد جاله جان؟ چی میگی؟ بسرت ما داغ سنگینی گفتم دندونتو بکش نکشیدی مکافات بکش باور کنید من فکر نمی کردم دعای پدر انقدر گیرا باشه من راضی به این نبودم میدونم که چیزی نشده بابا نگین آقای نیکنام ببینه من از کار بیکار میشم تو بیکار شو من خودم میکشمه نه نمیشه محسوس محسوس بلند شو چیزی نشده بابا جون بابا باید یه چیزی هم به شما بگیم این بسر بله دایی جان من باید شما رو تنها ببینم لازم نکرده شده من نمیبینی داغ داره خیلی خوب ببین من تحملشو دارم سقوط کرده نه دایی جان یه پیام میداده من مستی باید خدمت شما عرض کنم با من تشریف بیایی یه لحظه منظورتون چیه؟ چی میخوان بگیم؟ میخوان بگیم که این بچه خیلی موسه توی این مسیجی که داده از شما خواسته که حلالش کنیم بله شما فکر کردید من انقدر سنگ دلم نه وقتی اینجا آب میوهی ترش به من میدید که حلالش کنم بابا منم آدمم آب میوهی شیرین دوست یعنی پسرمو دوست دارم آفرین اون پسرمه یعنی پسرم بود باور کنید بعد ما زندگی یا آب خوش از گلوی من پایی نمیره حسن حلالش کردم اصلا اون باید منو حلال کنه حلال کنه که نزدم تو گوشش یعنی زدم کم زدم بیشتر نزدم محکمتر نزدم پرده گوششو پاره نکردم نزدم این قلم پاچه بشکنم بهش بگم حق نداره بره آفرین بلاش پیامک بزن بگو اون باید منو حلال کنه دایی جان درست محسن قاچاقی رفته ولی همین قاچاقی رفتنم هزینه داره دیگه چه هزینه آه یعنی به کسی بدهکاره خب بگید طلبکارش کیه من برم باهاش صحبت کنم نه به کسی خاصی بدهکار نیست یه زرد به شما بده من که بهش پولی ندادم شما ندادین ولی اون برداشته نه پول سر جاشه ندادم نه از اینجا بر نداشته از یه جای دیگه برداشته یعنی چی؟ نه اجازه بده یه لحظه صدای خودشو من برای شما بذارم این تیکه رو گوش بدین به نفع همه است به نظرم دوم اینکه من فداکاری بزرگی در حق خانواده کردم مریم من با کمک دایی ایرج و مقادیر جعل اسناد سند خونه رو گذاشتم تو بانک و وام گرفتم باش رفتیم اسپانیا رفتیم که مربا بیاریم تا بتونیم کارگاه آقا جون رو دوباره راه بندازیم و زندگی همه رو زیر رو کنیم اما نشد مگه اطلاع همراهان گرامی کلان پیشید به امون میگه چی میگم شماره 620 از بش علا رقم نقص فنی با مهارت خلبان لحظاتی پیش به سلامت سلامت نشست نشست نموت نمیشه فیلی دایی جون تبریک میده سخوت نکردی محسن سخوتت میکنم آقای ببخشید یه لحظه همراه من تشریف برید اشتباه شده داداش مگه شما آقای محسن کیانی قوزی‌بند نیستید دیدی گفتم اشتباه شده منم خب شما ایرج زارغونی هستید درسته تشریف برید داداش من که میدونم اون دوستت خبر داده آدم بی جنبه یه شوخی هم سرش نمیشه آقا تاش میخوام بگم غلط کردم الان بهت میگم غلط کردم دیگه آقا این چیز اصلا ارزش خوردن نداره که نوشابه بخور بگم برات غصه نخور پیس نبخور حالا شما تشریف بیارید آب خنک در خدمتتون هست. بذار دقیقاً کیو بدم به صاحبه. صاحبش کیه؟ حاجاقا نیکنام نماینده مجلس احترام بگذارید. بول. زالقونی. شخلف لمن. حاجاقا بفهمید.
کیف دست شما چیکار میکنه؟ من هی دارم دنبالش میگردم. گفتم به زحمت نیفتی دیگه آجی. نگفتم من کیف کشی بدم میاد. تو هواپیما گفتی من گوشم گرفته. آقا این داش ما رو اشتباهی گرفته. بگو آشنای ما ای ما رو ول کنه بریم. آجی اون یکم اصلا نمونه مجلس. آقا سلام علیکم. سلام علیکم آجی. خدا قوت. سلامت باشی. بفرمایید ببرید. بفرمایید. آجی بفرمایید. دستون نکن علی لطفی که در حق ما کردی. ایشالا جبران میکنم آجی. دستون نکن. شما اومدیم 13 به در. سلامت باشید. خدا قوت. خدا شما رو دوباره به ما داد. علیکم. الحمدلله به خیر گذشت. الحمدلله به خیر گذشت. سلام و مسلم. حال شما؟ آره الحمدلله به خیر گذشت. بلا دور باشه. دندون درد داری؟ حاج آقا دایی می‌خواست در مورد محسن و کارگاه و این قاچاق مربای صحبتایی بکنه، خدای نکرده سوء تفاهم نشه. احتیاجی نیست. من هم حاج مسعود میشناسم. هم متوجه خطای اون دو تا جوون شدم. حاجی خجالت زدم. این بچه ها آبرو برام نذاشتن. بریم نماز خونیم با هم صحبت. اجازه بدید من کمکتون کنم. عزیز من تو نمی‌دونی من از این کارا بله چشم. چی شد امی؟ هیچی، یه جلسه پرسش و پاسخ داشتن داره انجام میشه. جلسه پرسش و پاسخ برای چی؟ چیزی نیست، تستیه، زود تموم میشه. امیر، ورود کن تا ورود نکردم آ. خانم قبل از اینکه شما بفرمایین، بنده تشخیص دادم که باید ورود کنم. برای کنه، آقا، لطفاً یه دوتا چایی بیرون بر به من بدین. آقای زارگونی، شما به جرم جعل عنوان و آقای محسن کیانی، شما به خاطر برهم زدن آرامش مسافرین هواپیما اینجا هستید. کدوم بهتره؟ بستگی به انگیزتون داره. جازم من کنار این پنجره هواپیما نشسته بودم. یه لحظه کلمو کردم بیرون. دیدم موتور هواپیما داره دود میکنه. داره آتیش میگیره. یه خورده زر صدا کردم. که اونم به خاطر صدامه. یعنی نه صدای خودم، صدا کل خانواده‌مون این شکلیه. همگی خشدار و بلند. مثلا من صبح که از خواب بیدار میشم حرف میزنم، این همسایه بغلیمو فکر میکنه تراکتور رو جای شده. بعضی وقتا یه روز شبو بلند میشه میره دم مزرعه. حالا شما بودی چیکار میکردی؟ چی میگفتی؟ اینجا فقط جناب سرمان سوال میکنه. اینو بفهم. چی گفته فقط من سوال میکنم؟ مگه اینطوری نیست؟ نه. خب، بس شروع میکنیم. به چی کار میکنی؟ دارم چراغ باتری رو تکون میدم. بشی میریم آقا. خب جلسه کی شروع میشه؟ من اجازه دارم. شما حالا حالا در خدمت ما هستین آقا. فعلا آب خنک میرید بفرمایید. آب خنک خوردن تمرین. اوی جوزم اون مامورتون من دوشتا چون شوخی میکردم. شما از کجا میدونستی اون مامور امنیت پروازه؟ کجا آموزش دیدی؟ هدف چیه؟ کدوم هدف حاجی جان؟ هر جا نشسته بلند شده گفته میخوام کارگاه بابام را بندازم، بابام این فلاکت نجات بدم. بیا نیتش که خیره که. ای بابا حاجه شما بعیده، از شما بعیده، چون نیتش خیره هر غلطی دلش خواست میتونه بکنه با مال حروم و قاچاق. اکبر سرش. الله اکبر. مسعود جان چرا نمیذاری بره تجربه کنه؟ بالاخره جوونه، میره چند بار سرش به سنگ میخوره بر میگرده سر به راه میشه. من تو کارگاه آقام 5 عنوان شغلی داشتم. باریکلا. مدیریت خرید، مدیریت پشتیبانی، مدیریت کنترل کیفیت، مدیریت بازاریابی و مدیریت خدمات پس از فروش. دقیقاً چی کار میکردی؟ گفتم بیارمش پیش خودم کم کم کار پدری و آبا اجدادی رو یاد بگیره، ولی پدر و آبا اجدادم رو با هم در آورد. تا ساعت 10 میخوابید حاجی، مادرش به زور بیدارش میکرد. وقتی هم که از تربار میرسید کارگاه، یه مش هویج پلاسیده، یک مش آلبالوی کرمو زیر بغلش بود. بهترین هویج، بهترین آلبالوها رو میخریدم با خودم برمیگردم کارگاه. دائمم شاهده مگه نه دایی؟ من فقط در حضور وکیلم صحبت میکنم. آیا وکیلم؟ با اجازه بزرگترا و جناب سرمان. یه حرفه‌ای طرفی ها، حال کردی؟ میتونید درست حرف بزنید ادامه بدید. من همیشه ها میستادم مال سر کارگرا. آخه اونا منو خیلی دوست داشتن، خیلی رو حساب باز میکردن. با میستادم تا اگه چیزی میخوام برم جنگی تهیه کنم و برگردم. بعد میمدم این قاشق مربا رو میکردم تو دهنم تا کیفیتشونو بچشم. بعد هم مربا رو سوار ماشین میکردم و تو سد شهر پخش میکردم. زحمت میکشیدم خیلی. دیدم به درد خرید نمیخوره. گفتم نخواستیم. بیا برو واسه بالا سر کارگرا. رفت اونجا انقدر به این طفل معصوم ها گیر داد
که گرفتن زدنش. گفتم آقا نمیخواد، بیا یه قاشق کوفتی دستت بگیر تای خط تولید واسا این مربا که میاد، یه قاشق بگیر بذار دهنت. انقدر کسافتکاری کرد، انقدر کسافتکاری کرد که بهداشت اومد جریمه مون کرد. این کسافت. خدمات پس از فروش چی؟ خب رابطومی کارگان به عهده من بود. من به بابام پیشنهاد دادم، گفتم آقا جون بیا یه خط تلفن را بندازیم، مشتری ها زنگ بزن نظراتشون رو بگن. مشتری ها به زنگ میزدن، من به جواب میدادم. بله تو تو چایی؟ تلفن رو بده سرکید آقا. ببخشید یه خورده حواسم پرت شد، داشتم میگفتم و مشتری ها زنگ میزدن، یه سریشون خیلی تقدیر و تشکر میکردن، خیلی حال کرده بودن با محصولات ما، اما یه سری هم بودن بد حرف میزدن. خوب حرف نمیزدم، من به آقام نمیگفتم، شخصا خودم مشکل رو حل میکردم. میگیری چه میگه؟ گفتم نمیخواد، نمیخواد، گذاشتمش پای تلفن. گفتم پای تلفن باش جواب مردم رو بده، ثبت سفارش کن، نظر مشتری ها رو راجع به مربا بنویس. انقدر بد با مردم حرف میزد که همه شاکی میشدن. آخرم مخابرات اومد، تلفن کارگاه رو قطع کرد. ای بابا، چی شد رفت سمت قاچاق؟ امان از داییش، امان از داییش. خب از اینجا شروع میکنیم. آقای زرغونی، قضیه مرباهای قاچاق چیه؟ شما به این بشکه مربا میگی قاچاق؟ شما اینجا چیکار میکنی؟ بباشید سرجا! شما میدونی بقیه چی قاچاق میکنن؟ من از شما سوال کردم. من اینجا من از شما سوال میکنم. این چیه؟ چرا باز جوی گرفتمش؟ بس تو باید نزده بشی سرزت بیرم. برو برو. خب بیا بشی سرزت. جاب قضیه مربا چی بود؟ بقیه چی شد؟ بقیه نداشت، یه مشکل واسه تست آوردیم که پلیس ها فهمیدن گرفتنش دیگه. بله؟ بفرمایی. نیازی نیست. چایی دیگه؟ چایی برای متهم. سلام علیکم. شرمنده است. ببخشید آقا. سلام علیکم. علیک سلام. ببخشید مصده شدم، بنده امیر فنجونی هستم، پسر عمه و پسر عمه خواهرزاده دو مظنون. دو مظنون؟ بله دیگه، آقایان میمکاف و الفزه. حاج آقا فرمودن که خدمت شما برسم، اگر کارتون با ایشون تموم شد به همراه خودم این دو عزیز رو ببرم. کدوم حاج آقا؟ حاج آقا نیکنام، دکتر نیکنام، نماینده مجلس. اون وقت شما؟ این لحظه. بفرمی. بنده امیر فنجونی هستم، رئیس دفتر ارتباطات مردمی دکتر نیکنام. این که کارت پارکینگ مجلسه. بله شما درست میگین، کارت پارکینگ مجلسه، اما برای طبقات بالاست. کارت شخصی بنده هم به زودی صادر خواهد شد. نه به شما نیازی است نه به کارتتون، کار ما باشون تموم شده، فقط باید تعهد بدن آزادن. چشم. بله بفرمایید. بله حتما خدمتتون میرسم در کمیسیون امنیت ملی. بله زنده باشی. اتفاقا الان در فرودگاه هستیم خدمت دوست عزیزم جناب سروان. آقا بفرمایید. آقا بفرمایید. زنده باشی. خدا نگهدارتون. در خدمت شما هستم. اینجا رو امضا کنید برید. جلسه خوبی بود. بریم. درد دندون به شما مستولی شده، شما عصبانی هستی. کظم قیس کن برادر من دیگه، درست میشه. فیلمتون هم پخش شده، دایی مسعود از دستتون شکاره. شما رو ببینه نمیدونم چه بکنه. یا زامن آهو. یا زامن آهو. آقا جون
زیبین آقا تو ای آقا یا اینجا ببینم خدا رو شکر کن دوستت داره وگرنه معلوم نبود عاقبت چی میشه ببرینم ببین خودت رو بشورین چی مالیدین به خودتون بوی گند میدین آقا مسعود این چی کاری بود کردی با اینجا تازه کزم قیز کردم حاج آقا ولی با تیکه تیکش میکردم اینو بده من نگرم عزیز من شما که میدونیم از این کارا بدم میاد مسعود جان بریم اینجا یه آرایشگاه داریم اون تایی سپیرت هم درست بکنیم مسخره نکن مشتبه دیگه مسخره بریم لباس مشتبه ولی ببین خیلی کوتاه کرد نه آقا تازه این بد بر برام آقا بسترا شد زشت شد دیگه سلام حاج آقا سلام حاج آقا تشریف آوردن سلام حاج آقا خوب هستی خوب شما خدا رو شکر که زنده هستی سلامت باشید ببخشید که ما درس کاری آمدیم میدونید امیر جان ما گل و بنر گرفته بود ولی خب شما چون تجملات دوست ندارید آتیشش زد پس مهندس کو با شما نیومده؟ مهندس؟ دیپلم ردی رو میگه مهندس رفتم موال الان میاد حاج آقا رفتن دستشویی بالا خودشون ترتمیز مرتب کنن بعد میان پایین پیش ما بله چون آب و هوای ایران بهش نمیسازه بیرون روی که بیده کرد خیلی خب الحمدلله مسافرهای شما هم که صحیح سلامت رسیدن اگه اجازه بفرمایید ما از حضور شما مرخص میشیم بفرمایید حاج آقا به خاطر اون کزم و غیزم که هست وقتی میاد بهتر من اینجا نباشم من با شما میام بفرمایید اجازه من شما رو برسونم دکتر صاحب اجازه من شما رو برسونم خیلی خوشحال نشد پسرش برگشته وقتی خیلی دلش تنگ بشه خب اعصابش به هم میریزه آره من خودم شاهدم یه بار اینقدر دلش تنگ شده بود برای که زیر مشت و لگد گرفته بود آدم چی کارا نمی کنه لباسش که همونه اینا را کجا بردی؟ اینا را اینا دستوی از صنداش خاله دستوی مالاییم فرار کن بردو مالش بردو مالش باشه باشه ششم ماشی هستی دست شما درد نکنه خواهش میکنم حاج آقا مزین فرمودیم پرایدین آقا بله بنده رو بفرمایید دایی رج این خدمت شما باشه یه ماشین دربست بگیریم بریم خونه من حاج آقا رو باید برسونم بعد خود حاج آقا دربست بگیریم بیا دیگه چه حرفیه اینجوری امنیت حاج آقا مشکل پیدا میکنه ببخشید حاج آقا امنیت حاج آقا مشکل داره امنیت من مشکل نداره بیا برو تو این خواهش میکنم آدم با آدم برابره دیگه فرقی میکنه آقا احتیاجی نیست من خودم میرم شما اقوامو ببر حاج آقا کجا جا میشیم پراید ها حاج آقا سکوت میگه گانا داره بیا بشین گانا بیا بفرمایید حاج کی بدون کجاست گذاشتم صندوق آقا صف بشینید حاجی زنده این بفرمایید بشینید دیگه دایی جون یه خورده جمع‌تر بشین آقا جون بشینید دیگه آخه من بفرمایید جایی نخورید آقا نه عجله نه دایی شما چرا اومدین این ور گفتم جمع‌تر شو افتادم یه بار نه
میخواد. بنده های خدا با چی میرن؟ میرن بیرون، ماشین هست دیگه. کدوم ماشین؟ ما تاکسی اینا هست دیگه. چی کاری عزیز من؟ من خودم میرم، شما اقوامو ببر. حاج آقا خواهش میکنم تشریف داشته باشین. پرایی دارم. آقا شما برید، من با محسن کار دارم یه خورده. من پشت فرمون میشینم، دیگه زشته جای حاجی تنگ میشه. خب مریم جان شما با بچه عقب بشین. آقا جون شما هم بشین دقیقا. شما لطفا بشین بفرمایید. آقا نمت شما هم بشین کنارش. باشه امیر جوه اقا عجله نکن. خیلی خوب. اینجا که چنگه که آها همه جا شدیم. خودت چی من؟ خودت چی من؟ آه جا نشدیم. ای بابا آقا ایجاد شما بیا این ور. امیر خواهی شما بشه کاشه فرمون. آجه خواهی شما بفرمون من خودم بیا. حاج آقا اینجوری بد نمیشه؟ نه اصلا بفرمایید من خودم میام. حاج آقا نه خواهش میکنم شما بفرمایید. پس حاج آقا چون کیفتون دست منه تشریف نمیبرید منزل من میارم تقدیمتون میکنم. خدا خیریت بده برای مراسم اعتکاف بیار مسجد. بله چشم. خجالت بکش. چی کار میکنی؟ این خاموش هم میکنی بعد این همه سال؟ برو دیگه. من که میدونم باز اومدی فیلم هندی بازی در بیاری. نذاری من این نرخر قاچاقچی رو آدم کنم. چه خبر اینجا؟ کی به شما گفته کارگاه قراره دوباره راه بیفته؟ مال تو دریوری از من شنیدی؟ یکم آقا جون شما پوشیدی دیگه دست سوم سقوط میکنی. ماما ای خدا اسکانیا اسکانیا مربا میفرستم به اسم آزن گرفتی. از کجا؟ اسمت تو من نشستم تو تاکسی گفتم مثل گو تو مربا. این لاستیک رو میشوره میبره نزدیک بودم شب شامه ازاتو بدم دارم این دازنمون بیرون.